به نام خدا سلام. گفتگوهای بی‌نتیجه. دسته های انتخاباتی گفتند که گفتگوهای فشرده دو نامزد در مورد حل اختلافات سیاسی همچنان بی‌نتیجه پایان یافت. شاید هم این آخرین دیدار دو نامزد به هدف تشکیل حکومت وحدت ملی بود. بیشتر ستاد آقای عبدالله هشدار داده بود که این آخرین فرصت است و در صورت عدم رسیدگی به خواستهای قانونیشان روند مذاکرات سیاسی را نیز ترک خواهند کرد. اما بعد از گفتگوهایی که امروز میان دو نامزد صورت گرفت، ظاهرا به نتیجه مطلوب نرسیدند. آقای عبدالله گفت مذاکرات سیاسی برای تشکیل حکومت وحدت ملی به بنبست رسیده است. آقای عبدالله تأکید کرد که بر اساس رأی پاک و واقعی مردم، برنده انتخابات است و نتیجه انتخابات تقلب را نخواهد پذیرفت. اما تحول و تداوم به چه فکر می کند؟ آیا ادعای آقای عبدالله مبنی بر پیروزی را می پذیرد؟ مهمانان من در اینجا، جناب رحمت الله بیژنپور عضو دسته انتخاباتی تحول و تداوم و جناب محمد داود اساس عضو مشران و جرگه و موافق دیدگاه اصلاحات و همگرایی، بیننده همگام با انتخابات از یک هستید. من سید اجمل بها در خدمت شما هستم و امان خاص از همه همکارم نصرت منصور با ارائه از فشرده مهمترین سرخط روزنامه های چاپ امروز کابل. اجمل، روزنامه های چاپی کابل بازن به موضوع انتخابات و به گفته های تیم اصلاحات و همگرایی و تماس تلفنی باراک اوباما با اردو نامزد پرداخته. روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش به نقل از تیم اصلاحات و همگرایی نوشته که اگر قدرت مساویانه تقسیم و اعلان نشود، اعتراضات جدی را آغاز خواهند کرد. در ادامه مطلب روزنامه آمده که هر دو تیم انتخاباتی گفتند که ممکن امروز دو نامزد در مورد صلاحیت های رئیس اجرایی با هم به نتیجه برسند که و همچنان روزنامه ویسا هم به موضوع اشاره کرده و گفته است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با هر دو نامزد پیرامون تشکیل حکومت وحدت ملی و پذیرش نتایج انتخابات مکالمه تلفنی داشته است. روزنامه از زبان اعضای تیم اصلاحات و همگرایی نوشته که اگر در این صحبت تلفنی 40 دقیقه اوباما از عبدالله عبدالله خواسته که با اشرف غنی احمدزی ملاقات کند. همچنان روزنامه مانگار به نقل از اصلاحات و همگرایی نوشته که امروز پس از آخرین دیدار با اشرف غنی احمدزی تصمیم نهایی خود را اعلام خواهیم کرد که این در حال صورت میگیرد که مذاکرات این دو تیم بی نتیجه به پایان رسید. و حالا در ادامه بس با خود. ممنون. مهمانان عزیز، به بس بسیار خوش آمدید. آقای بیژنپور، بس را با شما آغاز میکنم. ظاهرا آخرین مذاکرات سیاسی میان دو دسته انتخاباتی و به ویژه دو رهبر دسته های انتخاباتی به نتیجه مطلوب نرسید. در نشست خبری که ساعت پیش آقای عبدالله در جمع هوادارانش داشت، گفت که مذاکرات سیاسی برای تشکیل حکومت وحدت ملی به بنبست مواجه شده یا به بنبست رسیده است. مشخصا جزئیات این نشست چه بود و چرا به قول آقای عبدالله این روند به بنبست مواجه شده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما بینندگان و همین گونه به جناب آقای اساس، مهمان عزیز این برنامه. ترتیبی که شما در آغاز سخن گفتین، یک سری به اصطلاح تحولاتی در مورد انتخابات داره، به نحو خط و وصل میشه، خط و وصل میشه. این جریان است که متاسفانه مردم هم به لحاظ انتظارات تلخ و صبرانه ای که داشتن به نحو خسته کن شده براشون و منتظرن که هر چی زودتر نتایج به اصطلاح منتظر و منتظر به ظهور بیاید و در واقع اونا با چیزی دست پیدا بکنن که یک حاکمیت و ثبات و بازگشت به صلح و آرامش است. خب خوشبختانه جنگی در وطن ما در حال حاضر جریان نداره، اما انتظارات کنونی چیزی کمتر از یک جنگ نیست و به این منظور در مجموع انتظار مردم یک انتظار منطقی است، یک انتظار واقعی است، یک انتظار است که در نتیجه حاصل فکر و اندیشه و رأیشان انتظار دارن که هر دو تیم انتخاباتی، تیم های محترم اصلاحات همگرایی، تیم های تحول و تداوم، صبورانه تر با مسائل افغانستان برخورد بکنند و امکانات تفاهم در رابطه با مسئله ساختار نظام جستجو کنند. البته حصول تفاهم چیز ناممکن نیست و در واقع پذیرفتن هر شرط هم چیزی بسیار ساده و سهل نیست. از این جهت
یک سلسله شرایطی وجود داره که باید این شرایط به عنوان تقدم و تأخر در مذاکرات شامل باشه تا مذاکرات در حقیقت معطوفی به نتیجه باشه. مذاکرات این است که بگذاریم که مراحل تکنیکی کار به عنوان پیامد کار اعلام شوه و بعد مشروعیت خلق شوه، یعنی انتخابات معنا پیدا بکنه. انتخابات برنده و بازندش که اعلام نشده تا هنوز، در حقیقت هر دو تیم، حالا چی برنده و چی بازنده، شریک تشکیل نظام و حاکمیت اعلام شدن و دولت وحدت ملی معناش همین است. اما اینجا دو تا فرصت مطرح است، یعنی دو تا مفهومی حقوقی مطرح است که در واقع اول باید نتایج اعلام شود، نتایج از سوی هر دو تیم پذیرفته شود و بعد از اعلام نتایج مذاکرات به خاطر ساختار نظام به وجود بیاید. ولی آقای بیژنپور، زمانی که توافقات سیاسی و تکنیکی میان دسته های انتخاباتی با پادرمیانی آقای جان کری امضا شد، در اونجا مشروط نبود که اول بگذارین نتایج انتخابات معلوم شود بعد توافقات سیاسی رویش کار شود؟ اتفاقا همزمان مطرح بود، مسائل تکنیکی و سیاسی پروسه آغاز شد، پروسه دقیقاً جریان عادی خود را گرفت. عرض میکنم دقیقاً همون زمان گفته شد در تفاهم نامه، هم در واقع قید است، تفاهم نامه که امضا نشده بود، اما در بیانیه که امضا شد این مسائل قید شده که باید پروسه تکنیکی کارش را تمام کنه، همزمان مذاکرات سیاسی ادامه پیدا بکنه بر سر توافق. بر سر توافق در چی؟ ساختار نظام. این ساختار نظام، این در حقیقت نه اینکه ساختار نظام عوض کنن، بلکه در مشارکت هر دو نیرو در ساخت، در درون نظام باید کار صورت بگیره. کمیته های تعیین شد، در واقع بازدید های صورت گرفت، چیزی کمتر از 10 نوبت تا هنوز دو تا رهبر همدیگر را دیدن. این به معنی تحول از پیشرفت است، خیلی از مسائل است. ممکن است در دوران کمپاین این دیدگاه ها خیلی از هم دور بودند. یعنی میگه که در اعلامیه مشترک که امضا شده از طرف دو دسته انتخاباتی قید شده بود که اول نتایج تکنیکی پروسه معلوم شود بعد روی توافقات سیاسی کاملا نوشته شده که تمام ببینید در ماده ها نوشته شده که در ماده اولش نوشته شده که تمام اصول مذاکرات، جریان مذاکرات و نتایج مذاکرات معطوفی به لحاظ کردن قانون اساسی است. خب قانون اساسی روشن است دیگه، به هر حال قانون اساسی میگه که باید نتایج تکنیکی اعلام شود، یعنی انتخابات معنی پیدا بکنه، که انتخابات صورت گرفته، برنده به اصطلاح اگر برنده و بازنده اعلام نکنه مطابق تفاهم کنونی یا اصطلاح جدید جامعه شناسی، باید بگیم که نفر به اصطلاح مقدم و نفر مؤخر هر دو اعلام شدن، یا یک و دو نمبر یا به اصطلاح عدد استفاده بکنیم. ولی آقای بیژنپور، در قانون اساسی افغانستان اومده از زمانی که در دور اول نتیجه انتخابات معلوم نمیشه انتخابات به دور دوم میره، درست؟ ولی مستثنا وجود نداره. زمانی که انتخابات در دور دوم نتیجه نمیته، تفتیش کل آرا در قانون اساسی پیش بینی نشده. زمانی که تفتیش آرا پیش بینی شده در قانون انتخابات هست، در قانون اساسی نیست، پیش بینی نشده. ببینید ما قانون اساسی در واقع فشرده کل مفاهیم حقوقی در افغانستان برای قوانین دیگر است. در قانون انتخابات 5 مورد است در رابطه با مسئله ابطال آرا، بررسی آرا و در واقع تفتیش آرا، اما تفتیش 100% تا هنوز چیزی به صورت یک ماده خاص پیش بینی نشده بود. انتخابات افغانستان نشان داد که برای افغانستان پیش بینی چنین فقره هم لازم است. یعنی همه چیز در انتخابات افغانستان استثنایی بود. چرا حالا توافقات سیاسی نتیجه نداد؟ ببینید توافقات سیاسی هم در پرتاب قانون گفته شده و البته قابل انکار نیست که هم تیم تحول و تداوم، هم تیم اصلاحات ذهنیت معطوفی به مذاکره و تشکیل دولت مشترک پذیرفتند و در حال حاضر نیز این مسئله تردید نشده. هیچ کس نگفته که ما مذاکره را نمیپذیریم، ما تفاهم را تردید میکنیم و دولت مشترک ایجاد نمیکنیم. ولی آقای عبدالله آخرین دولت مشترک موزیگریش را اعلام کرد امروز در نشست خبری که داشت. متاسفانه این اعلام خب در حقیقت خبری بسیار خوشایندی برای مردم افغانستان نبود، اما به معنی پایان همه کارها نیست. در واقع میتوان انتظار داشت که پس از این مرحله، یادتان باشه که دکتر سیب در پایان صحبت خودش بسیار آرام و لطیف اشاره کرد بر سر از که ما هنوز هم راه‌ها و زمینه‌های را برای به اصطلاح به ثمر رساندن آرزوهای مردم افغانستان در پیش داریم. حالا آرزوهای مردم افغانستان دوام مذاکره به تفاهم رسیدن و حصول توافق است. ما آرزومند بودیم که دو رهبر زودتر به تفاهم برسند و نیازی به آمدن مثلا فرد سوم از بیرون نباشه. حالا ممکن است باز هم همکاران بین‌المللی افغانستان مسئله به توافق رساندن هر دو نیروی انتخاباتی را، هر دو ستاد انتخاباتی را تحت یک برنامه خاص یا همین توافقات قبلی ادامه بدیم. از آقای اساس بپرسم، شما که امروز در جمع هواداران بودین که آقای عبدالله خطابه ایراد میکرد و گفت که رأی پاک و واقعی مردم افغانستان مشخص کرد که کی رئیس جمهور است و ما هیچ گونه
تقلب و تخطیر نمیپذیریم و نتیجه تقلب را هم نخواهیم پذیرفت. آقای بیژنپور میگن که این ختم روند و دوام مذاکرات سیاسی نیست. آیا واقعا باور شما به هم به عنوان موافق دیدگاه اصلاحات و همگروی یمین است که این پایان پروسه نیست؟ به فکر ما هیچ دو چی است، یک پروسه سیاسی است، یک انتخابات است. انتخابات مشروعیتشه برای مردم افغانستان و به جامعه جهانی و به خود اردو تیم از بین رفته. ما و شما همین پروسه سیاسی را که یا پیش کرد با ما خاطر که نتیجه انتخابات دیگه نداره. اگر ما و شما بریم به کانون انتخابات، به کانون اساسی، اوجه میگه در دور دوم یک کسی برنده میشه. ای تو نگفته که رای اول و رای دوم، باز رای دوم، باز رئیس اجرایه میشه. ای اینمی پروسه را دیگه انتخابات ختم کرد. نتیجه ابتدایی اعلان شده بود، باید نتیجه نیا اعلان میشد. دنیا آمد، مردم افغانستان امید خواست که این انتخابات ما مشروعیت، بلی هیچ کسی نداره انتخابات به خاطر مشروعیت نداره. خود یک رئیس کمیسیون شما دیدی که گفت تخطی گسترده سازماندهی شده، تقلب سازماندهی شده و گسترده، هیچ کس معلوم نیست که کی کرده. گسترده چی خاطر بررسی کل آرا صورت گرفت و این خواست به خواست آقای عبدالله بود، پادرمیونی یونما ناظرین خارجی خواست جمعی جهانی بود. اگر به خواست دکتر عبدالله می بود، ما و شما ایتو بود که از روز اول دنیا و بعضی علاقات بود که انتخابات افغانستان بدنام باید بسازه. ما و شما در افغانستان هر چیز بدنام شده، لنگوی بدنام ساختیم، مسجد بدنام ساخته، چادری زنا را بدنام ساخته. اینمی یک انتخابات بود که اینمی را هم بدنام بسازد. سر اینمی میز ما که انتخابات شروع نبود گفتم این انتخابات بدنام میسازد، با هر نامی که باشه بدنام میسازد. شما ببینید، ما یک چیز براتون میگم، دکتر صاحب اشرف خانی هم خودشان خوب میفهمه که پر از تکلف انتخابات بود، خودشان میفهمه. ما و شما به اینمی تا فکر کنیم، یک ولایت پکتیکا اوجا 2,00,000 زنا میای رای میده، یک ولایت ایرات اوجه میای 30,000 رای زنا است، یک کابل ما شما ببینیم 7,000,000 نفر زندگی میکنه. خوست کی در بازارش کسی گشتنده نمیتنه. ما خود چند دفعه رفتیم با ما کماندان امنیت گفته که تو پلیس دا نفر که تن بگرد اگر امیجا میکشه. ما میگم آوردن رای از اوزه های مشخص رای دهی بارها صحبت شده. حالا مسئله بسیار مهم عدم اعتماد لازم استاد و همگرایی در رابطه با کمیسیون ها است. این نمی کار اشرف غنی نبود، دکتر صاحب اشرف غنی نبود که ای تکلف بکنه. اگر با دکتر صاحب اشرف غنی کسی دوستش می بود، خود تکلف در کابل میکرد. 7,000,000 منظوم بود، باید امیجا تکلف میکرد، ایرات میکرد، بدخشان میکرد. دیدی میجو چرا تکلوب اشکار تکلوب بود؟ چرا امی صوتی نوارای صوتی را برای دکتر صاحب عبدالله کی داد؟ امیر افشا کی میکرد؟ اینمی ایتو بود که بدنامی انتخابات بود که ما و شما انتخابات بدنام بسازیم. اینمی این برنامه از قبل طرح ریزی شده بود به خاطر بنبست کشیدن انتخابات و بدنام ساختن روند انتخابات. اینمی گپ است. ما و شما از جانب کی؟ از جانب حکومت افغانستان و جبه مملکت های خارجی که افغانستان میخواهد که افغانستان خراب. نفع حکومت افغانستان به خاطر بدراز کشیدن یا بنبست موجی ساختن انتخابات افغانستان یا به قول شما بدنام ساختن انتخابات افغانستان چه بود؟ امی پساد که درجه اول شدیم، پایدی حکومت افغانستان چه بود که ما و شما را در پساد اول کرد؟ در مواد مسئله انتخابات اینمی یک بدنامی است، هی از کجا آمده؟ حالا حکومت افغانستان میخواهد که بدنام شود؟ امی چند پروسس که بدنام کرده بی کی بدنام کرده؟ امی پساد کی کرد؟ امی مواد مخدر کی میکنه؟ امی چور چپاو کی جور میکنه؟ امی حکومت افغانستان میکنه؟ کسی دیگه خود کاندارا خوی کار نمیکنه؟ انتخابات هم حکومت افغانستان. ما شما یک کوهی به نام کوهی قضایا داریم، یک رئیس جمهور داریم که در راس 3 کوه است. شما میپرمی وزیر خارجه از بسیار دور میه به افغانستان، هیچ دو کاندید میشنه. رئیس صاحب جمهور دکتر صاحب عبدالله، دکتر صاحب اشرف غنی، اردویشان ماموری نیازی بود، تا دیروز ماموری نیازی بود، بسیار نزدیک بود. چرا نخواست پیش از وزیر خارجه که در حرف بشنه که یا بسیار احترام از وزیر خارجه کرد، از رئیس جمهور که احترامش داره؟ چرا نگفت گفت برشان؟ چرا با دو بیادر خودشان نگفت که یکی شوجه است یکی شجه؟ که بیا او رای حق است، او رای ناحق است. او رای در امروز ما و شما چرا همین کوهای قضایه؟ ممنون. یک میان برنامه داریم، بعد صحبت ها رو با شما ادامه میدیم. بعد از یک میان برنامه بسیار کوتاه دوباره برمیگردیم. با ادامه بحث خوش آمدین و باز هم نصرت منصور. بله اجمل، روزنامه جان به موضوعات مختلف راجع به افغانستان پرداخته که نگاه کوتاهی به او خواهیم کرد.
روزنامه گاردین به عکس العمل ها در مورد صدور حکم اعدام بالای این مردان اشاره کرد. در روزنامه به نقل از هما سعید، یک فعال حقوق بشر، می نویسد اگر عاملان تجاوز گروهی بالایی از زنان در ولسوالی پغمان کابل مجازات نشوند، زنان افغان از این پس نیز قربانی خشونت خواهند شد. همچنان نیویورک تایمز نوشته افغان ها می گویند نزدیک است طالبان ولسوالی های کلیدی را تحت کنترل خود بیاورند. این عنوان یک مطلب روزنامه نیویورک تایمز است و در آغاز این مطلب به نقل از مقام های محلی المان گفته شده که در این حمله طالبان بالای این ولایت که تمام تابستان طول کشید بیش از 200 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. و الان در ادامه بحث بخواهیم. ممنون. آقای اساس بحث را با شما دنبال میکنم. شما قبلا گفتیم که انتخابات دیگر مشروعیت خود را از دست داد. به می خاطر ما رفتیم طرف توافقات سیاسی. آقای بیژنپور استدلال میکنه که بگذارید نتیجه انتخابات معلوم شود، چون هنوز نتیجه انتخابات معلوم نیست. کمیسیون شکایت انتخاباتی روی ابطال آراکار جریان داره و ادعا میکنن که بعد از رسیدگی به شکایت های درج شده به این کمیسیون نتیجه را اعلام میکنیم. هنوز توافقات سیاسی وقت داره. نتیجه را کسی نمیپذیره، مردم افغانستان نمیپذیره. دکتر صاحب عبدالله نیست. دیروز گپای امروز گپای دکتر صاحب عبدالله از خودش نبود. دیروز دکتر صاحب عبدالله که یک جمع مشوره داشت و مردم مشوره بر دکتر صاحب دیروز داد که شما باید این نتیجه را ما نمیپذیریم. اگر دکتر صاحب عبدالله تو هم نتیجه را میپذیری کار خودتان است. این نتیجه را بر دنیا پذیرفتن نیست. این نتیجه را بر مردم با خود دکتر صاحب اشرف غنی پذیرفتن نمی علت نیست. این تو علت حالا هدفتون از دنیا کی هست مشخصا؟ ملل متحد، آمریکا، روس، چین، اینمی کل گی نمی نتیجه را نمیپذیره. اگر میپذیرید تا شش ماه اینمی نتیجه را دوام نمیکرد. ولی حالا ملل متحد درگیر از در قضیه، اونا میگن بگذارید نتیجه معلوم شه بعد. بعد اون ملل متحد اون نمیگه که یک دفعه نتیجه را اعلان شود بس پروسه سیاسی. بعد اون نتیجه نمیده. او باز کار که یک دفعه نتیجه اعلان شد باز خود رئیس صاحب جمهور دکتر صاحب اشرف غنی است. باز به دکتر صاحب عبدالله اگر چیز میتونه اگر نمیتونه خود نمی کار خودشان است. حال نتیجه سر نتیجه خودی کمیسیون باور نداره. چرا گفت که گسترده؟ کجا گسترده بود؟ سازماندهی کی سازماندهی کرد؟ یکش شما را دیدی؟ ما برات میگم که چرا امی کمیسون خودشان اعتبار نسترش تو اعضای کمیسون امی کی از یکی پرسان کنی و خودشان میگه که اینه میده سندخ هیچ چیز نیست یکی سر ما تعمیل است تلفن میشه که اینه میره باید شما دان تا باید چوب بگیره خود امی کمیشنرای کمیسون برای خود ما گفته که برای ما پیشار است او که پیشار است ما از پیشار دانه واس کردن نمیتانیم گفت اینمی جاسه که برای کمیسیون ای پذیرفته این نتیجه نیست برای دکتر صاحب اشرف غنی هم پذیرفته نیست شو که جای خود خام شو که ما چرا کم اینمی رای خو مردم میپما اگر اینمی رای صاحب شو برای دکتر صاحب اشرف غنی اگر کم تر رای ببره هم برای ما میپما که ما 1000 رای پاک خو مردم میبردیم امروز دکتر صاحب اشرف غنی هم به مردم گفته نمیتانه که ما چه رای بردیم بزنم که ما اظهار نظر شما رو با اینا شریک بسازم. خب در رابطه با ادعای که آقای اساس داشتن ما همیشه نمیخوایم نقل قول کنم فقط بعض موردشه گفتن که انتخابات دیگر مشروعیتش از دست داده به این خاطر ما رفتیم طرف توافقات سیاسی میان دسته های انتخاباتی مسئله دیگر که نتیجه انتخابات قابل پذیرش نیست برای ما و یک مسئله که خب برعکس ادعای شما ایشان ادعا کردن اگر پروسه تکنیکی انتخابات معلوم شود که نتیجه کی برنده است کی بازنده دیگر توافقات سیاسی نتیجه نمیده. خب مسلما هر سی موردی که جناب آقای اساس سرش حرف دارن چیزی است که دکتر صاحب امروز در صحبت خودشان روشن کرد. بله ما البته اهمیت زیاد میدیم به صحبت های دکتر صاحب عبدالله کرد و خب دکتر صاحب عبدالله یک دیپلمات سیاستمدار خوب است و اختلاف نظر میان تیم تحول و تداوم و تیم محترم اصلاحات همگرایی موجبی نمیشه که ما مثلا در مقام دشمنی و عداوت با اندیشه های دکتر صاحب عبدالله نگاه بکنیم. ممکن است برخی از مسائل عواملی دارد در جامعه که این عوامل به ما مربوط نیست. خوشبختانه جناب آقای اساس خودشان هم در واقع اشاره به او فرمودند که تیم تحول و تداوم هم تقصیر در این مورد نداره و این کارهایی که اگر صورت گرفته به ایده‌هایی که از سوی تیم محترم اصلاحات است مربوط به تیم تحول نیست بلکه از جاهای دیگری الهامات دیگری است یا چنین چیزی اگرچه برای ما مفهوم نیست. ما در آغاز همین مذاکرات هم با تیم محترم اصلاحات بنا گذاشتیم که بیاین تفاهم بکنیم بر سر مسئله پروسه تکنیکی و هم
بیانیه ای که مشترکان صادر شده و هم تفاهم نامه ای که قبلا به وجود آمده و خاطر تحقق همه اینا بریم به سمتی که افغانستان یک انتخابات داشته باشه. ولی تیم اصلاحات شما را برای زمان نمیدونم، میگن که مثلث تقلب، خب این تحول و تداوم کمیسیون و ارک. ببینید ما واقعا به اندیشه ها و اعتراضات و پیشنهادات که تیم محترم اصلاحات داشته همیشه تمکین داشتیم و با گرمی استقبالش کردیم. گفتیم خب تفتیش آرا یکی از الزامات هست به دلایل از اینکه ادعا وجود داره، چون یک طرف اساسی دکتر صاحب عبدالله و تیمشان است. اونا گفتن که ما به این انتخابات شک داریم، تقلب صورت گرفته. تقلب لازمش این است که باید بررسی شوه، این تفتیش شوه. خب چاره امیست، غیر از این چاره دیگه چی است؟ ما گفتیم که خب در هر حال 30% نه، 40 نه، 50 نه، 70 نه، بلکه 100%. 100% هم چیز شد، تفتیش شد. در جریان تفتیش هم دکتر صاحب عبدالله اینا پذیرفتن، مذاکرات زیاده، 8 مذاکره بین هر دو رهبر صورت گرفته. این مذاکره اینو هم بود امروز که این نشست امروز صورت گرفته بود. شما فرمودید که چیز پیش آمد. بحث بر سر همین بود که موضع تیم تحول این است که، یا اصرار تیم تحول این است که به هر صورت باید مذاکرات ما برخواسته از نتایج انتخابات باشه. نتایج انتخابات باید یکی را اعلام کنه که برنده انتخابات است تا مذاکره صورت بگیره. مذاکره در هوای گنگ چی؟ یعنی در واقع بین دو نفر یک سهم ندارن، مشخص نیست و اشارات هم در مورد کارشان نیست، قوانین هم برشان اولویت نداده. بعد یک رقم جور بیم، پس انتخاباتی در کار نبود. اما آغاز که پی آقای اساس هم خوب است که از اون مرحله خیلی توقفش میدادیم و جامعه جهانی هم بر سر مسئله اولویت دادن بر پروسه تکنیکی تایید تاکید نمی داشت. ما می آمدیم در یک رسم افغانی می گفتیم خب بسم الله دایستا و دایز ما تقسیم می کنیم. اما شرط گذاشته شد که اول باید مسئله تکنیکی به فرجام برسه، مسئله انتخابات مفهوم پیدا بکنه. یعنی انتخابات در افغانستان شد، 8-9 ماه هست که سرگردانی داریم بر سر مسئله انتخابات. حالا حقیقت با کیست بماند، اما به هر صورت این انتخابات باید یک جایی را سوراخ بکنه، یک مفهومی را بیرون بکشه، یک افاده‌ای را بیرون بده و بعد بگیم که خب ما خوشبختانه آره در فرهنگ جدید، من پیشترم در تبصره شخصی گفتم که در جامعه شناسی سیاسی، در فلسفه سیاسی امروز افغانستان یک اصطلاح جدید است و در تعالیم و معارف دموکراسی یک مفهوم افزوده شد که در واقع دموکراسی میتواند به حالت توافق نیز یک مسئله را بدون پارادوکس و اختلاف به پیش ببره. یعنی در واقع در انتخابات افغانستان به مسابقه مکتب افغانستان در دموکراسی یک رسم جدید است که بازنده نداره بلکه هر دو برنده است. هر دو برنده یک وحدت ملی، مفهوم حکومت وحدت ملی اینمی است که ملی یک برنده و بازنده متفاوتر از است. آقای بیژنپور، چیزی که آقای اساس برش اشاره کردن، خب اگر نتیجه تکنیکی پروسه معدوم میشه، در توافقات سیاسی معنی خود را از دست میده یا منتفی میشه نقش توافقات سیاسی، یک بحث است. بحث تکنیکی که شما روش زیاد تاکید میکنین، آقای عبدالله زمانی که نتیجه بررسی آرا در 75% خود رسید پروسه را تعطیل کرد. زمانی که ابطال آرا آغاز شد آقای عبدالله ادعا کرد دسته انتخاباتی آقای عبدالله یا همان اصلاحات و همگرایی گفتند که شفافیت و عدالت لازم که بتواند دقیقاً اما شفافیت پروسه را تضمین کنه وجود نداره. حالا اونا اعتبار کامل و لازم را برای توافقات تکنیکی ندارن، اونا فشارشون روی توافقات تکنیکی سیاسی بوده. شما فرض بفرمایید که در محضر دکتر صاحب عبدالله نشستیم با ایشان صحبت میکنیم، در صورتی که انتخابات مرجع نیست، انتخابات مشروعیت نداره، مذاکره برای تقسیم یک قدرت معناش چیست؟ در حقیقت هیچ معنی دیگه به وجود نمیاد. توجه داشته باشیم که ما مفاهیم دست کم نگیریم. یکی بحث سازگاری هایی است که در بین مردم بر صورت به اصطلاح ارباب مشربانه مطرح میکنیم. یک وقت است که ما به لحاظ فکری بحث میکنیم. وقتی انتخابات مطرح نیست، وقتی نتایج انتخابات عطفی به مسائل سیاسی افغانستان نداره، وقتی ما یک اصول، چه قانون اساسی، چه قانون انتخابات، چه نهادهای موجود، چه اصول، چه رسمی افغانی یا هر چیزی که برش نام میگیرین مرجع قرار نمیدیم، پس مذاکره با خاطر چی؟ بگذاریم خیمه دولت باشه، معنای گپی است. یعنی ما داریم اون برنامه‌ای که جناب آقای اساس برش اشاره کرد، داریم او پلان در واقع جان میبخشیم. ما مذاکره میکنیم به منظور از اینکه انتخابات هم با نقص عیبش قبول میکنیم و در حاکمیتی که پس انتخاباتی مطرح میشه که مشروعیت چه از اونجا میگیره نسبت به اون بحث داریم. ما میگیم که به همین منظور در آغاز خدمتتان عرض کردم که من در سخن دکتر صاحب عبدالله با مسابقه یک سیاستمدار خیلی دقیق توجه داشتم که قطع نکرد مسئله را، گفت ما به بنبست رسیدیم در رابطه با مذاکرات سیاسی، اما معناش این است که تحولات
نشان میده که ما زمینه های را به خاطر تداوم این مسئله داریم. ولی هفته دیگر آقای عبدالله هم فراموش نکنید گفت که به اساس رأی پاک و واقعی مردم افغانستان ما برنده هستیم و نتیجه تقلب را نمیپذیریم. کی بتوانه اثبات کنه که رأی پاک چیست؟ ولی حالا آقای عبدالله ادعا میکنن. ببینین ادعای دکتر صاحب عبدالله دقیق، اما ما میگیم که چیزی که در نقدی که در دست ماست همین بود. ادعا از سوی تیم محترم اصلاحات همگرایی بود برای تفتش، درست؟ 100%ش پذیرفتنش از طرف تیم تحول و تداوم بود. بعد آمدیم سر مسئله پاک و ناپاک کردن، همه قبول کردن. تفتش هم حدود 1000 نفر خارجی بود، داخلی بود و غیره، چندین هزار نفر دست به کار بود که 1700 بالاتر از 700 نفرش خارجی ها بودن. آمدن و هرچی میکانیزم و توان و راهکار و به اصطلاح کار کردی که بود یا شیوه ها کار شیوه هایی که بود به کار گرفتیم. همین قدر ممکن بود. حالا بیشتر از این با چی اسباب می توانیم تثبیت کنیم که تقلبی صورت گرفته است؟ تخلف و تخطی از الزامات انتخابات جهانی سومی مانند ماست، حتی تقلب نیز. اما تقلب به این پیمانه که ادعا شده و ما اثباتش کرده نمیتونیم، اتفاقا مشکل همینجاست. ممنون آقای اساس. حالا ادعای اصلاحات و همگرایی مبنی بر انجام تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و مهندسی کردن انتخابات به سمت و سوی مشخص از طرف مثلث ارک تحول و تداوم و کمیسیون ها، اینا را با چه اسباب ما را به اثبات میرسانیم؟ شما که دیگر اعتماد لازم را بر کمیسیون ها، بر ناظرین بین المللی و بر همه حالا بیرونمان که امروز رویش کار صورت میگیره ندارین؟ اثباتش خوب بسیار واضح است. من پیشتر گفتم اثبات این تکلب بسیار واضح است و این شرم است برای افغانستان. این رقم تکلب برای افغانستان شد، تکلب در دنیا هم میشه، تقدیم میشه. این رقم تکلب، این یک تکلب بود که همه انتخابات از بین، همه افغانیت از بین میبرد، همه افغانانه که میگه ما شامت داریم، ما غیرت داریم، این از بین برد. ما و شما دیدیم در صندوق چراغ دستی میندازه. چرا چراغ دستی انداخته؟ خود یا کاغذ خود پرتو چپلی در کاغذ صندوق بود که خود ما دیدیم. این بچه بانه، ای بچه مانا که در جای نام صندوق پر است، در جای نام صندوق خالی است. ما شما فکر دارن که دنیا هم فکر داره، کلگی مردم افغانستان یک بچی 4 ساله هم میپامد که جای هم مردم زیاد به صندوق میآیه و جای نام کم میآیه. ولی آقای اساس، میکانیزم کارشیوه ها یا معیارهایی که برای بررسی آرا مد نظر گرفته شده بود و به تایید و توافق هر دو دست انتخاباتی و یو این رسید، حالا معیارهایی که برای ابطال آرا مد نظر گرفته شده بود و هم ظاهرا به توافق هر دو دست انتخاباتی رسیده بود، حالا مشکل در کجا است؟ من میگم ابطال آرا که ادبی شروع شد، ای اصلا ابطال آرا نبود. ای اصلا چرا ملل متحد و یا میخواد که په پروسه سیاسی انتخابات و هم یعنی پروسه سیاسی را که پیش کرد به خاطر از اینکه انتخابات نتیجه اش از بین برد، یا اصلا گپ دینی می بود که انتخابات باید مساوی شوه، انتخابات باید مساوی شوه که این نامش از بین نره که ما انتخابات کردیم، من مساوی شدیم، دو کاندید پیش تازه است، یعنی می رو تقسیم شد. ممنون. اف می خوام که حرفتون را قطع می کنم، باز هم ناگزیری است یک میان برنامه کوتاه است، دوباره بحث را با شما ادامه می دیم. بعد از یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم. ادامه بحث و ادامه صحبت های شما آقای اساس. تکلب خود کمیسیون خودش اندیس شما دیدی که گفت که گسترده، نگو که تکلب یا تخطی شده، گفت تکلب گسترده سازماندهی شده. خو اینمیج مشکل ده، اینمیج هست. حکومت چرا؟ حکومت چرا خاموش شده؟ یک کوه به نام ما و شما کوه قضایی داریم، اینجا نوارا پخش میشه، اینجا که مردم متهم میشه او میگه که سپید هستیم ما، این کوهای کزا هیچ اقدامی نمیکنه. رئیس صاحب جمهور اصلا توافق سیاسی باید اینمی تو نیست که یا میکنه، اول باید در بین از یه امی مشکلاتش انال میکنه. شما میبینید در مطبعت یکی میشینه یکی گپی میزنه، بزید دیگه دیگه میزنه، بعد دیگه بزید دیگه، یک دفعه در بین از یه باید این مشکلات حل میکرد، بعد از اون به پروسه سیاسی میرد. اگه اینمی رقم ما و شما دامی پروسه سیاسی بره اردویشان، یک زهره با افغانستان اگر قدرت تقسیم شوه به این رقم، ای با مردم افغانستان خوب نیست. اگر در بین از یه اشتی شوه مشکل حل شوه، در پروسه سیاسی برای مشکل حل است. امی 13 سال ما در تقسیم شدن را بودیم. حالا با همین وضعیت نو بار اینا روی توافقات سیاسی مذاکره کردن، پس این مذاکرات سیاسی توجیه پذیر نبوده. این تو هست که دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله خودشان واقعا یک آدمای پامیده افغانستان هسته،
خودشان میپامه. خو یا که تا هر یک تا خانه برسه مشکل برشان جای زیاد میشه. یعنی مشکل ساز کسان دیگری است؟ مشکل ساز که او روز ما از اینمی که پیش خوب خبر داریم که بین دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف خانی مشکل حل شد. دکتر صاحب عبدالله گفت که مشکل ما و دکتر صاحب اشرف خانی حل شد دیگه. دکتر صاحب اشرف خانی که تا خانه میرسه پس زنگ میزنه میگه نی. تنها دکتر اشرف خانی یا آقای عبدالله هم نگذری هایی داره به خاطر وام داره وام هیچ مشکل نداره. من میگم که در پشت سر از یام متوسطه که میخواد که یک جنجال جور شوه، میخواد که نمی علت جور شوه. یعنی میگن که حلقات و افراد در دور این دو نامزد وجود داره که نمیخوان ثبات سیاسی در افغانستان حاکم شوه و وضعیت واقعیت نمی گاب اصلا سر نمی است. هر دویشان ما میگم که نمی علت خوش است که حکومت تقسیم شوه. حکومت که دکتر صاحب عبدالله دکتر صاحب اشرف خانی هر دویشان یک دیگه میشناسه که خوب آدمای است سیاست مدارای افغانستان است که دکتر صاحب اشرف خانی در حکومت باید باشه که دکتر صاحب عبدالله خوش است که اشرف خانی میگه که دکتر صاحب عبدالله در حکومت باشه خوش است. شما که برید اموج اج که برید او برش میگه که ای والا دکتر صاحب اشرف خانی تو اگر قدرت به دکتر عبدالله میتی خوب پنشیر میتی وجه یک کسی هست که تو با اشرف غنی میتی خب با پشتون میتی این میتو یک مشکل هست که یا نمیمانه یکی بده. ما شما همی 40 سال میشه که جور نمیم یکی بدیگه همی اب رابر ما بود همی افغانستان کل اگه به دستشان آمد یا جور نمید خب اینمی علاقات هست که افغانستان نمیخواه که جور شما. ممنون سپاس. چون آخرین لحظات برنامه است ما چند مورد از آقای دکتر عبدالله در نشست خبری که امروز داشتن نقل قول میکنم خدمت شما. گفتن که همه صبر و حوصله ما فقط به خاطر یک راه حل بود نه به خاطر منفعت سیاسی و تقسیم قدرت. گفتن که هیچ کس حاضر نیست با متقلب معامله کند، کسانی که با سرنوشت ملت افغانستان بازی کردند، اما ما با آنها مذاکره کردیم. یعنی تحول و تداوم حتما هدفشون بوده. گفتن که اعلام نتایج تقلب را نمیپذیریم و خب حرف و اظهاراتشون زیاد بود و گفتن که اگر مذاکرات سیاسی به بنبست رسیده اعلام نتایج تقلبی را نمیپذیریم. این مهمترین موضوعات بود که امروز ایشان در جمع هوادارانشان اظهار کردن. خب پیش از این اعلام شده بود که ما نتایج هم میپذیریم. در بعضی دیدارها این مسئله تاکید شد که ما آماده هستیم که به خاطر مصالح مملکت نتایج انتخابات پیامدی او را و مشارکت در دولت دولتی وحدت ملی را میانجیگری جامعه جهانی را و تلاش های مشترک بین المللی را قبول کنیم. خب وقتی ما یکی از ویسا یک سر اصول قبول نمی کنیم طبیعی است معناشی است که ما همه اصول از دست میدیم. در اون صورت ما دید و درکم این است که دکتر صاحب عبدالله به دقت توجه به این مسئله داره که یک جاهایی را میتوان کتمان کرد اما یک جاهایی را نمیتوان ازش عبور کرد. چون امروز هم خوشبختانه در صحبت‌های دکتر صاحب اشاره شد بر سر از اینکه ما با تمکین به قانون اساسی نسبت به مذاکرات، نسبت به تفاهم، نسبت به ایجاد دولت وحدت ملی، نسبت به پیشبرد روند انتخابات در مجموع حالا با موجودیت اعتراضات خود قبول کردیم، آمدیم و طی مرحله کردیم. ما در واقع خواهش میکنیم ما تقلب نمیپذیریم. تقلب ما نیز نمیپذیریم. یعنی تقلب در حقیقت یک پدیده ای نیست که کسی او را با استقبال بره بپذیره. و بسیاری از سخنگویان تیم محترم اصلاحات نیز همیشه دولت را نشانه گرفتن نه تیم تحول و تداوم را، به خاطر اینکه در تیم تحول و تداوم مهندسی برای تقلب نبوده و تقلب ها به همین جهت هم شناسایی نمیشه. خب تا جایی که ممکن بود بررسی شد و نتیجه منفی بود. یعنی در واقع او تقلبی سازمان یافته و یا او اصطلاحات بسیار گنده و بزرگی که مردم نگران کرده بود نتیجهش چیزی سطحی بود. یعنی خوشبینی های وجود داره به خاطر من شخصا خوشبین هستم که این مقاطعه صورت نخواهد گرفت، مذاکرات پیش خواهد رفت و نتیجه مذاکرات نیز ایجاد دولت وحدت ملی در افغانستان است. سپاس آقای رحمت الله بیژنپور و آقای محمد داود اساس، بسیار تشکر از حضورتان در بحث و سپاس و امتنان فراوان از شما که بحث را دنبال کردین. تا بعد خدا نگهدار.